الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ اليمين، قال سبحانه واحفظوا أيمانكم، يعني الحلف. الله متعال به حفاظت و پاسداشت سوگندها دستور داده و فرموده که سوگندهای خودتان را پاس بدارید. كيف نحفظ اليمين؟ چطور سوگندهای خودمون رو پاس می‌داریم؟ نحفظ اليمين بمراتب أربعة. محافظت از قسمها یا پاسداری سوگندها چهار مرحله و رتبه داره. قبل و عند و بعد. قبل از سوگند یاد کردن، هنگام سوگند یاد کردن و بعد از سوگند یاد کردن. و الا نحلف الا بالله. و مورد چهارم از مراتب جارگانی پاسداشت سوگندها اینه که به نام غیر الله قسم یاد نکنیم. نعم، نحفظ قبل بالا نحلف الا عند الضروره والحاجه، يعني لا نكثر من الحلف. هذا قبل. قبل از سوگند یاد کردن باید توجه داشته باشیم که جز به ضرورت و به راستی سوگند یاد نکنیم و این در هنگام ضرورت فقط سوگند یاد بکنیم. نعم، الثاني الحفظ وصر بعد ان نحلف، نحفظ اليمين بان نفي بهذا الذي حلفنا عليه. مورد دوم و مرتبه دوم از مراتب چهارگانه پاسداشت سوگند اینه که آنچه رو که بهش سوگند یا درباره اون سوگند یاد کردیم محافظت بکنیم و توجه داشته باشیم که آنچه رو که دربارش قسم خوردیم حفظ بکنیم. نعم، و نحفظ انتهام باننا اذا لم نفی بهذا الیمین نخرج الكفار، فاخراج الكفار حفظ لليمين. و مرحله بعد و مرتبه بعد اینه که اگر سوگند خودمون رو شکستیم و حانس شدیم، در این صورت کفاره سوگند رو ادا بکنیم. کفاره سوگند رو به جای آوردن از موارد پاسداشت سوگند هاست. نعم، الرابع حفظ الیمین بالا نحلف الا بالله. مورد چهارم از موارد چهارگانه پاسداشت سوگند اینه که فقط به نام الله سوگند یاد بکنیم و به نام غیر الله قسم نخوریم. على هذا كان السلف الصالح يربون الاولاد، على هذا، على حفظ اليمين. سلف صالح فرزندان خودشون رو بر حفاظت و پاسداشت از سوگندهای خودشون به چهار شکلی که ذکر شد تربیت میکردند. ما هي كفاره اليمين؟ کفاره سوگند چیه؟ يخير بين امور ثلاث، اختار واحد من ثلاثه اشياء. کسی که کفاره سوگند رو باید ادا بکنه در سه گزینه مختار هست و این اختیار رو داره که یکی از این سه گزینه رو به عنوان کفاره سوگند به جای بیاره. نعم، یعتق رقبه مسلم، اینکه برده مسلمانی رو آزاد بکنه. او اطعام 10 مساکین، یا به 10 مسکین غذا بده. وجبه غدا او عشاء، چه نهار باشه و چه شام باشه، 10 مسکین رو نهار یا شام بده. او کسوتهم، یعنی اشتری لكل مسکین مثلا ثوب قمیص، یا اینکه برای 10 مسکین لباس بگیره. نقول اختار واحد من هذه الثلاثه كما تحب، اختار. به شخص میگیم که هر یک از این سه گزینه رو میتونی انتخاب بکنی. قال لا استطيع لا على العتق ولا على الاطعام ولا على الكسوه. حال ممکنه بگه که هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونم انجام بدم، نه بردی رو آزاد بکنم و نه توان قضا دادن به 10 مسکین و نه پوشاک دادن به 10 مسکین رو دارم. نعم، نقول الان تنتقل الى صيام ثلاثه ايام متتابعه متتاليه والله اعلم. در این حالت بهش میگیم که باید 3 روز پی در پی رو به عنوان کفاره سوگند روزه بگیری.